شروع میکنیم بریم که این بازی رو ببینیم ببینیم این بازی چیه همون تو که اسم تورنامنت رو میبینید تورنامنت سطح حرفه ای استیم من که مسابقه هم استیمه که توی تیکت قسمت پرفشنال بودش و مسابقات بین تیم های ایرانی بود من یه من یه... یه چیزی که خیلی حال کردم با حرکت پی جدا از اینکه اومد حالت ویدیو هاو تو درافت لایک پرو رو ساخت که آقا چجوری درفت بکنیم و اینا چون به حال برای سی درفت کردن ویدیو خیلی کمه حتی کانتنت خارجی هم اونقدری که فکر میکنید نداریم الان هم اونایی که داریم به درد نمیخوره چون مال سی ام های پچه قبلا اصلا این ترتیب پیکوون توش به درد نمیخوره یعنی ویدیو همه منسوخن هم. ویدیوهای جدید به درد بخور خیلی کم داریم جدا از اینکه با همچین کارش حال کردم خیلی حال کردم که توی این گیم ما اومد اون گیمی رو که باختن آنالیز کرد و اومد گفتش که خب آقا مثلا به چه چیزایی فکرش رو نمی کردن. یه جورایی نشون دادن نقطه ضعف از تیم خیلی چیز میخواد خیلی هم اعتماد به نفس میخواد و هم خیلی از خودگذشتگی میخواد به خاطر اینکه ها دوست ندارن نقطه ضعف خودشون رو نشون بدن و این خیلی آموزنده تره تو وقتی نقطه ضعف تو نشون میدی کسایی که نقطه ضعف شبیه تو دارن خیلی سریع یاد میگیرن که باید چی کار بکنن در صدی که مثلا اگر همین رو نخواهی نشون بدی طرف بعد بود دو بود دو حالا اندازه تو تجربه کنه تا یاد بگیره باید چی کار میکرده ولی اینکه تو مثلا یه جایی بگی آقا ما مثلا اینجا این فکر رو نمی کردیم یا مثلا این به ذهنمون نمی رسید اینجا مثلا دست کم گرفته بودیم وقتی یه همچین چیزی رو میای توی ویدیوات میگی نشون میده که هم میگم دیگه خیلی حرکت پخته ایه این قضیه و خیلی کانتنت به درد بخورتریه تا اینکه یه گیمیو که مثلا وین کردین بیاری و بگی آقا مثلا اینا رو دیدی ما اینجوری بردیم به این دلیل بود این کار رو کردیم اون کار رو کردیم که البته اونم خیلی به درد بخوره ولی این چه چیزایی یه پر که داره تو سطح پروفشنال بازی میکنه رو سورپرایز میکنه اینو وقتی به ملت یاد میدی این خلاصه خیلی چیز باحالیه دمش گرم من خیلی حال کردم با این کارش توی مرحله سمی فینال یا میش یاد اینجا با هم دیگه هر فوق العاده تالنت دیه این طرف هم بچه دارم دارم میگه بچه داره میگه ما کامل میشه. زیاد فراش رو, اینجور رو من سینا نمبر 1 رو میشناختم عرفان رو میشناختم ولی بقیه‌شون رو نمیشناختم کاپتانی یا اینکه بخواد درافت بکنی در تیم مقابلت اینه که تو باید شناختی به هر حال تیم مقابل داشته باشی اما از... دقیقاً این خیلی مهمه که تیم مقابل تو بشناسی کلا زمانی که شما تیم میدید و هیچکی شما رو نمیشناسه اصلا فکر نکنید این یه ضعف این کاملا یه برتریه یه برتری محض این که تو یه تیمی باشی که ملت بازیاتو ندیده باشن پلیراتو نشناسن هیروهای خوبتون رو ندونن یه برتری محض و شما برعکس اون تیمی که جلوش بازی میکنن رو میشناسی شما هیروهای اونا رو بن میدی اونا نمیدن جلو تیم چی بم بدن و تا مثلا سه چهار از چلوت بازی نکنن نمیفهمن که اوکی شما چه جور تیمی هستین اگریسیو بازی میکنین دیفنسیو بازی میکنین کور اول میکشید ساپورت مثلا با ساپورت کانتر میکنید ساپورت هاتون اول میکشید با کور کانتر میکنید چیکار میکنید اصلا هیچ شناختی روتون ندارن و این خیلی قضیه درستیه از جایی که واقعا رفرنس های مسابقات ایرانی کمه خود تورنامنت های تیم ایرانی کمه ما هیچ رفرنس اونچنانی نداشتیم فقط همون بازی قبلی تیم کی او توی تورنامنت همین فقط سعی کردیم درافت اونا رو ببینیم و در حد خیلی ریزی یکم با پلیراشون آشنا بشیم که چه هیروایی دارن و چه هیروایی بازی میکنن اصلا هم انتظار اینو نداشتیم که کی تیم قوی باشه ولی چند تا نکته هستش که من میخوام راجع به پیکومن این بازی بهتون توضیح بدم قبل از هر چیزی حتما حتما اگه شما دارید تا اینجا ویدیو رو میبینید لایک و سابسکرایب یادتون نره خیلی برای من مهمه like, که بدونم چقدر چت لایک سابسکرایب یادتون نره شما به نره. شدن توی یه گیم علاقه مندید و دوست دارم نظرتون رو حتما توی کامنت ببینم که براتون بیشتر از این ویدیو بسازم چی میخواید دیگه اوکی لیتس گو بازی اول سمی فینال یا همون فینال وینرها بین تیم سناریو و کی او ما میخوایم بریم سراغ پیکوبن یه صحبتی بکنیم مهمترین نکتهش این بودش که تیم بین گرفتن البته یه چیزم بگم توی پیکوبن دو تا دو قبل از اینکه بازی شروع بشه توی پیکوبن دو تا دو شما به یه چیزی نیاز دارید انتخاب کردن یا همون فیلیپ کوین انداختن توی فیلیپ کوین انداختن راجب کوین انداختن من یه توضیح بهتون بدم البته گوش کنید من بعدش میگم شما ر... سایدتون رو سایدتون انتخاب میکنید ردینت باشید تیم یک یا دایر باشید تیم دو اینو دیگه اکثرا میدونن و یه کوین دیگه هم هست برای اینکه شما فرست باشی پیک باشید یا سکند پیک فرست پیک یه سری قابلیت داره سکند پیک یه سری قابلیت داره از قابلیت های فرست پیک میشه به این نکته اشاره کردش که بابا okay. که اگه تو فرست باشی یه پیک میزنی تیم حریف دو تا پیک میزنه بعد تو دو تا پیک حریف رو میبینی میتونی یه هیرو رو کانتر بکنی در حال حاضر توی این پچ اینه توی پچ قبلی فرق داشت هیروها فرق داشت تعداد بنا فرق داشت ولی همیشه 5 تا هیرو قراره توی بازی در مقابل 5 تا هیرو دیگه بازی بکنن و طبق معمول هدف از به بردن خونه مادره یا همون خونه انشنت توی این بازی خب تیم کی او فرسپیکو خیلی علاقه داشتش یعنی براش فرق نمی کرد تو کدوم سایت داره بازی میکنه به خاطر همین فرسپیکو انتخاب کرد و ما هم سورپرایز شدیم چون سکند پیک خیلی قوی تره بن خب اینجا خیلی جالبه که تو شما تفاوت دو تا تفکر رو میبینید یه تیم فرست میکنه یه تیم فکر میکنه فرست پیک قوی تره یه تیم فکر میکنه سکند پیک قوی تره و هر دو تا تیم هم ایمورتال به بالا یعنی اینجا وقتی من بهتون میگم آقا چیز درستی وجود نداره کانتر مطلقی وجود نداره یه حرف مطلق دو دوتا نمیتونی هیچ وقت بزنی این یکیش اینه الان دوتا تیم جفتشون فکر میکنن که یعنی جفتشون مخالف هم فکر میکنن که فکر میکنه فرس خیلی بهتره پی اچین هم بودن که مثلا ای بعد گم فرست رو گرفتم مثلا ما ما پیک دوست داشتیم چه بهتر بعد سایدم پی من در حال حاضر تو این پچ پتش... و ما هم خب سکند پیکو آلدیدی انتخاب کرده بودیم چون اونا فیس میکن انتخاب کرده بودن ما بعد سایدو چوز میکردیم که سایدم ریدینت رو انتخاب کردیم که باز هم اون بنا به دلایلی که اگر استقبال زیاد بشه راجع به مثالم صحبت میکنم که کاش صحبت بکنه چون اون موقع ما فکر میکردیم که دایر قوی تره البته ریدینت یه برتریایی داره و دایر هم یه برتریایی داره برای کی او احساس میکردیم که برتریای, تیم برتریای ساید دایر بهتره به نسبت برتری ساید ریدینت و جالبه اینجا هم سناریو تفکرش این بود که ریدینت بهتره و کاش یه ویدیو راجع این قضیه بسازه پی که چرا فکر میکنه ریدینت بهتره و در که ما فکر میکنیم دایر بهتره و فکر میکنن که سکند پیک بهتره در که ما فکر میکنیم فرست پیک بهتره ردینت به نظر ما قوی تر از دایره در من, است. من کوچه تیم کیو بودم توی این پچ پس بریم ببینیم چه اتفاقی گفته دو تا بن قرار اول تیم کیو انجام بده و دو... خب من راجع فلیپ کوین خواستم یه صحبتی بکنم که یه انتقادی هست یه جورایی به نحوه فلیپ کوین اینداختن توی تورنمنت که اینو وسط تورنمنت من برای بچه مایستیم ما فقط در حد اینکه بگم نه اینکه چیز گفتم که واسه تورنامنت های بعدی این اگه رایت کنن خیلی خوب میشه چون توی قوانینشون نوشته بودن مثل همه جا ولی همه جا اینجوری نیست واقعا ام... کاری که توی تورنامنت مایستیم ما قوانینشون این شکلی بودش که جوری که توی تورنمنت اینا فلیپ کوین مینداختن اینجوری بود که هر دست کوین مینداختن کوین یعنی چی یعنی سکه سکر رو مینداختم به نفع حالا مثلا یا کی او میشد یا سناریو من یادم سه دست به نفع کی او شد توی اون بستاف فایوی که داشتن که اصلا همچین چیزی خیلی ناعادلان است اینا میگفتن هر دست ما کوین میندازیم و حالا رندوم دیگه بعد اینجوریه کوین به نفع هر تیمی که بیفته انتخاب میکنه که کدوم سایدو میخواد یعنی ریدینت میخواد یا دایر یا انتخاب میکنه فرست پیک رو میخواد یا سکند پیک هر کدوم از اینا رو اگر انتخاب بکنه طرف مقابل تیم مقابل اون یکیش رو انتخاب میکنه یعنی مثلا من اگه فرست سکن پیک سکند پیک رو بخوام مثلا فرست پیک رو بگیرم خب اونا میشن سکند پیک بعد اونا انتخاب میکنن که ریدینت باشن یا دایر یا اصلا من اگه ریدینت احساس کنم خیلی قوی تو بردارم اونا بین فرست پیک پیک انتخاب میکنن وقتی کوین به نفع شما میفته شما انتخاب میکنید چی میخوای از بین چهار تا انتخاب میکنی اونا از بین دوتای باقی مونده انتخاب میکنن حالا داستان چیه؟ دفعه بعدی اگر دوباره کوین بیفته به نفع من من دو دست پشت سر هم کوین به نفع من هم افتاده دیگه توی بست و این اصلا عادلانه نیست که جوره اگه بخواین حساب بکنید حالا آره یه چیزی تو مایه های توپا داشته باشی یا زمینه دقیقا حالا داستان چیه؟ داستان اینه که شما عادلانش اینجوریه که یه سری توی تورنمنت ها به اشتباه عادلانش رو اینجوری اجرا میکردن که اگر من مثلا میگفتم فرست پیک تیم این ای میگفت ریدینت دست بعد من میشدم رید... من, می شدم رید، من می شدم ریدینت با سکند پیک اونا میشدن دایر و فرست پیک یعنی همه چی رو برعکس میکردم و اینم حتی درست نیست اینم نباید اینم عادلانه نیست عادلانهش اینجوریه کوین میفته به من من انتخاب میکنم مثلا میگم آقا من فرست میکنم میخوام بعد اونا بین ساید رو انتخاب میکنن دفعه بعدی کوین بعد مال اونا باشه اونا چه فرست پیک سپن... چه سکند پیک چه ساید به یکیشو بعد انتخاب کنن اول اونا انتخاب میکنم بعد من انتخاب میکنم بعد گیم سوم که حالا جفتمون کوین رو اینداختیم گیم سوم دوباره بعد کوین رو رندوم بندازیم اگه گیم سو... گیم سوم افتاد به من و بازی تموم نشد کشته شد به گیم چهارم گیم چهارم دوباره باید کوین به نفع انمی باشه بدون اینکه کوین بندازی باید به نفع انمی باشه و گیم پنجم دوباره رندوم بعد کوین بندازید توی بست این چیزیه که عادلانه ترین حالت ممکنه یعنی از هر جوری بخوای حساب بکنی و تمامی تورنمنت سیستم کوین تاسشون اینجوری بزرگ و معتبر سیستم کوین چون اینجوریه نه اینکه هر دست کوین بندازن چون یه دمه سه دست کوین به نفع اصلا تیم کیو خورد اصلا اصلا هم چیزی منطقی نیست باید کوین جابجا بشه به این صورتی که براتون توضیح دادم تو بن ما بن اول تیم کیو میزنه ویس به هیرو ویس خیلی قویه که تو این پچ همچنان باز هم پیک میشه بعد از مولتی پلیئر کازم ویزج. نرف کردن این دسته. هیرو بابا بس stop doing that please god و اینکه ویس نن... ما چون هم میشه چهار بازی کرد هم میشد وسط و کری بازی کرد بنش میدادیم که بازی نرمال باشه این هیرو خیلی قویه همچنان و ما هم یه استراتژی با ویسپ داشتیم و یه مدتی با هیرو ویسپ تمرین کرده بودیم با علی علی به عنوان یعنی ویسپ چهار بازی ویسپ یک بازی میکرد و توی خود تورنمنت ما تصمیم که اوکی من میتونم خودم 24 ویسپ چهار بازی بکنم خب شاید میشه گفت چه اولین کسی که با توی ایران بازی کردش خود من بودم اونم از بازی بین تیم آی جی و ای هوم توی اینترنشنال 2012 اینترنشنال دو قسمت گروهیش گروپ سجش تیم آی جی یک دست باخته بود و استتش اینجوری بود 13 یک یعنی همه تیم‌ها رو برده بود ولی یک دست به این هم باخته بود آره ویس اسم دو که آیو آیوه و بر ما جالب بود و اس آیو ببینید اسمش به اون از اونجا بودش که ما ویسپ بدیدیم و تو مسابقات ام اس ای 91 برای اولین بار ویس رو پیک کردیم و یاد گردیم. اون موقع من دو تا یک می‌زدم اون موقع هنوز دو تا دو نیومده بودم گرفتیم که چجوری میتونیم با این هیرو بازی بکنیم دیر نوبت بن ماس خب ما اه... دیر دیر تیم مرسا رو بن می‌کنیم چرا تیم مرسا رو بن می‌کنیم یکی از مهمترین نکته هایی که شما نیاز دارید توی کاپتان مود موقعی که دارید پیکو بن انجام میدید اینه که بدونی نقاط قوت و ضعف تیم خودتون چیه <applause> من تصمیم گرفتم که تیم برسا رو بم بدم به دو دلیل یک میدونستیم تیم کی او تیم برسا پلیر دارم و تیم برسا رو دوست دو این که واقعا تیم برسا, برسا هیرو قویه و اذیت میکنه اسپیس رو از تیم ما میگیره و ما نمیتونیم خیلی رو خوب روتیت بکنیم خب تیم ما هم معروفه به اینکه خیلی خوب روتیشن انجام میده گنک انجام میده و به خاطر همین تیم برسا رو انتخاب کردیم نوبت تیم حریف بود که بخواد بن خودش رو بزنه تیم برسا هم هیروی پچ بود هنوزم هست به نظر من خیلی قویه و آفلینه رو خیلی خوب تیم برسا بازی میکرد این همون داستان است که شناخت داری روی امین بنا خودشون انتخاب کردم ونومنسر ونومنسر توی بازی قبلی حسن بازی کرده بود خیلی هم باش خوب بازی میکرد پلیر آفلین تیم پویزن و اینکه ونومنسر هم هیرو قوی بودش که تیم کیو بند کرد و ترجیح داد جلوش بازی نکنن از جمله نکته های مهم راجع به ونومنسر اینه که ونومنسر تو طول گیم هم هیرو تانکیه هم دمیج زیادی داره هم خیلی اسلوت میکنه هم با وارداش میتونه هیروهای دگردار خیلی اذیت بکنه هم پدر اورسا رو در میاره که ما تو ذهنمون این بود که <تصفح> پیکو و کلا جلوی سناریو طوری تمرین کرده بودیم که خیلی خب ما آیو ونوم بند میدیم اونا تیمبر اورسا میزنن یعنی تو ذهن ما این بود که بعد از دیدن ونوم اونا اورسا میزنن بند میکنه زن... می یعنی بعد اگر اورسا بند دادن مثلا ما فرست پیک فلان میزنیم بیسار میزنیم فلان اما اگر اورسا بند ندادن ما تو فیزای کورسا رو میزنیم نه حالا لزوم من پیک یک حتی شاید هم پیک یک میزنیم ولی اینجوری بودیم که جلوی ارسا ما مشکلی نداریم بازی کنیم ولی اینکه ونوم داشته باشن جلوی اورسامون دوست نداریم ونوم بند می‌دیم اگه شد ارسا رو میگیریم و میتونه توی پوش تاور یا دیفند تاور به شدت تأثیر گذار باشه انتخاب خوبی بود بن ورومنسر از اونجا که میدونستم پلیرهای تیم ما هم بازی میکنن چون میگیم ما چون با بچه های کی او من کوچشون هم یعنی. پشت دستشون بودم وقتی داشتیم پیکو بند میکردیم اینجا انتخاب برای من بودش که من هر هیرویی که بخوام بنش بکنم سنتا دقیقا ما داشتیم فکر میکردیم که آقا ما ونو رو میزنیم اونا اورسا بند میدن بعد ما مثلا حالا چون مثلا همین سنتا رو میزنیم یا حالا یه چیز دیگه که اونا اورسا بند ندادن در کمال تعجب برای ما ونومنسر هم هیرو قبلی چون ونومنسر یه جورایی داره کال میکنه که باید اورسا بند کنه بی بودش که تیمی که کیو بند کرد و ترجیح داد جلوش بازی نکنه از جمله نکته های مهم راجع که ونومنسر اینه که ونومنسر تو طول گیم هم هیرو تانکیه هم دمیج دان زیادی داره اینا که توضیح داد تا سنتور ما تصمیم گرفتیم که سنتا رو بند میکنیم سنتا یکی از هیروهای متای پچ موقعی که تو به درجه میرسی که دیگه فکرت کار نمیکنه که تیم حریف چه خاصی و نظر داره برای اینکه بخواد این خیلی بخواد. نکته مهمیه اینو گوش کنی پلی بده تو مجبوری یکی از هیروهای متای پچ رو بند من... میگه وقتی که تو نمیدونی که انمی میخواد چی پیک کنه چون همیشه که تو نمیدونی انمی برنامهش چیه مجبوری یکی از اون هیروهای پچی رو بند کنی که از همه بیشتر ازش بدت میاد یا اذیت میشه جلو استراتژیت یا اون هیروهای پچی که بچه خودتون روزومن بازی نمیکنن و نمیتونید خودتون پیکش کنید این خیلی چیز مهمه که آقا یه وقتایی توی پیک هم پیش میاد که تو هیچ ایده ای نداری از اینکه نمیداره چی پیک میکنه و اونجا باید چیکار کنی معمولا هم این اتفاق بین تیمای پرفشنال خیلی زیاد میافته از جمله لیکوید، نیکما، سیکرت موقعی که جلوی تیمای تقریبا کمتر میشناسنشون بازی میکنن این قضیه اتفاق میفته پیک اول لاین لاین به شدت هیرو قوی دیزیبل داره لاین پیک یک تورنمنت بود داره اسلو داره خیلی خوبه میشه گفت یه نوک خیلی زیادی داره موو اسپیدش بد نیست بک‌لاین خیلی کارا میتونه انجام بده لنز یکی از آیتم های فیوریتشه حتی میتونه گلیمر منده که یاراشو کاور بده میتونه توی پوزیشن 5 و 4 بازی بکنه قابل. این خیلی مهمه اینکه میتونه توی پوزیشن 5 و 4 بازی کنه یکی از دلایلیه که لاین رو فرست پیک چرا به خاطر اینکه مثلا تا اگر فرست بزنی ای, ای, ای مشخص پوزیشن پنجه چیه در نتیجه اونا میرن سراغ بنددن پوزیشن چهارای مختلف میرن سولومیدتو میزنن ولی وقتی مثلا یه هیرویی میکشی که تو چند تا رول بازی میکنه یه جورایی سخته اینکه دقیقا لاین های تو رو بخوان تشخیص بدن مثلا میگم اگر کلاک بکشن جلو لاین مثلا بعد تو میتونی لاین تو بدی اون لاینی که کلاک نیست یه دونه, تو... یه پیک دیگه بزنی که مثلا جلو کلاک قوی باشه قابلیت اینکه توی دو تا رولو بازی بکنن داره و انتخاب خوبی بود به عنوان فرست پیک جزو هیروهای پچ پچم هست و اینجا انتخاب ده. ما بود از اونجا که روبیک برای ما باز بود ما میتونستیم روبیک پیک رو رو بکنیم اما من ترجیح او. دادم به خاطر اینکه توی تمرینای گذشتم بود. کلاک زیاد جلو لاین بازی کرده بودیم و هادی به عنوان پلیر پنج تیم کلاک خیلی خوب بازی میکرد من تصمیم گرفتم که کلاک رو اول پیک بکنم با مشورت با بچه ها که پیک خیلی خوبی بود یعنی کلاک جلوی لایم واقعا پیک خیلی خوبیه و کلاک رو کلا قابلیتی که داره میتونه هیروهای بکلاین مثل مثلا لاین مثل سایلنسر مثل شد شمن چون اینا اکثرا مثل جکیرو مثل ارتشکر هیروهایی که قرار عقب وایستن رو خیلی خوب دستگیر بکنه با هوکشاتش بهشون برسه و نظری که توی تیم فایت شرکت داشته باشن کلک انتخاب خوبی بود ما هم آماده بودیم براش لایر هم پیش بینی میکردیم که بخوام پیک بکنن و تقریبا میشه گفتم بودیم. بودیم اینجا میرانا رو انتخاب کردیم علت انتخاب کردن میرانا این بودش که ما توی تمرین اینجا خیلی دوست داشتم بدونم که پی چرا میرانا کشید میرانا کلاک کلا خب کمبوی قویه یعنی اگر حساب کنی که کلاک قرار باشه برسه به میرانا آ... که کلاک برسه به انمی کاگ بکنه بعدش طرف ارو بخوره خب کمبوی قویه یعنی اگرم حساب بکنی که میرانا رو میتونن سه بدن ما میدونستیم که هم میرانا رو سه بازی میکنن هم میتونن دو بدن که خیلی هم قوی نیست میرانا دو هم میتونن چهار بدن حدس اصلی بود که میرانا رو چهار بازی میکنه و کلاک رو پنج بازی میکنن فقط این دوتا یه مشکلی دارن اونم این که استاناشون ریلایبل نیست یعنی کلاک حتما بعد برسه و میرانا هم تا کلاک نرسه هراش صد درصد نیست در صورتی که لایه از دور هکس میکنه استان میکنه خیلی استاناش 100 درصد میتونی رو استاناش حساب بکنی ولی خب کمبوشون یه ذره قویه اینا چندین بار به حسن میرانای پوزیشن 3 هم داده بودیم و خب از اونجایی که یکی از مهمترین نکته هایی توی پیکوبن وجود داره اینه که تیم حریف ندونه تو قراره داری چی کار میکنی وقتی ندونه تو داری چیکار کار میکنی احتمال داره خیلی اشتباه تو <coughs> بکنه و ما اینجا پیش بینی کرده بودیم که اونا فکر میکنن که میرانای ما پوزیشن 4 حالا اگه روی میرانای پوزیشن چهار خیلی سرمایه گذاری کنه ما میتونیم میرانا رو پوزیشن 3 بکنیم حسن اینو من درک نکردم از صحبت های پی اچ. که اگر اونا روی میرانا پوزیشن 4 خیلی سرمایه گذاری کردن ما میرانا رو پوزیشن 3 بکنیم من اینو درک نکردم بس شو بخواید یعنی نمیدونم منظور پی اچ از این حرف چیه به خاطر اینکه معمولا مثلا چه میدونم تو لینا میکشی بعد مثلا 5 تا کانتر می... تا کانتر بعد لینا رو میدی ساب یعنی مثلا انیگما میکشی اونور سایلنسر میزنن نمیدونم وارلاک میزنن بین میزنن ونج میزنن نمیدونم روبیک میزنن همه اینا رو میزنن بعد تو انیگما تو میدی پنج که پوز پنجت کانتر شده باشه تو بازی زیاد مهم نباشه برات ولی اینکه میرانا رو ما فکر کنیم که چهاره بعد اگه روش خیلی برنامه گذاری ما که ما که فکر میکردیم میرانا چهاره یعنی ما رو میرانای چهار حساب کردیم بعد اگر روش برنامه بذاریم بدیش سه اینو من نمیدونم یعنی اصولا یه هیروی یا باید پیک کنی که انمی دیفالت فکر کنی که این کره بعد اونو بدی ساب سورپرایزش کنی یا مثلا مید بدیش آف سورپرایزش کنی نه اینکه یه ساپورتی رو بکنی کور سورپرایز کنی اینجوری هم میشه نه... نه, که نشه اینجوری هم میتونی یه ساپورت رو مثلا بکنیش کور ولی زمانی که انمی هیچ ریسپکتی برای اون ساپت قائل نشده یعنی مثلا چه هیچ ارزشی برای میرانا مثلا قائل نشده میرانا تو بازی فیری فیری کور بازی کنه میزنه آلردی بعد تو با یه ساپ خوب میتونی اونا رو کانتر کنی خب اون موقع میرانا یه، مثلا،, مثلا یه ساپ خیلی خوب میزنی میرانا رو میدی کور مثلا اون موقع میشه همچین چیزی هم با شامادگی داره حسن یه جوری آچار فرانسه تیم بود تو این تورنمنت و کلا اکثر تورنمنت ها اکثر هیرو رو خیلی خوب میتونه بازی بکنه نه اینکه بقیه بچه هم نتونن بازی بکنن ولی خب پوزیشن 3 باید کارهای کثیف تیم رو معمولا انجام بده و حسن میتونست با هیروهای مختلف این کارا رو بکنه ما میرانا رو انتخاب کردیم میرانا خود من با خیلی باش اعتماد به نفس داشتم خیلی اوکی بود میتونستم میرانا بازی بکنم از اون طرف هم حسنم هم میدونه یه حرف درستی میزنه میگه وقتی انمی فکر میکنه میرانا پوز 4 باشه انمی پوز 3 بند میده منظورش اینه که پوز چهار بهم میده درصدی که نمیدونه میرانا سه خ... آره سه بم آره آره ببخشی. اگه به فکر کنه میرانا چهاره سه بم میده در که نمیدونه میرانا خودش سه ببین این حرف درسته اما اگر ما آلردی پیکایی بکنیم که کلا جلوی میرانا خوب باشه کلا میرانا به چه درنی میخوره یعنی اگر ما پیکایی بکنیم که جلوی میرانا خوب اصلا بنای ما درست ما بنای مثلا خوبی ندیم ولی پیکایی بکنیم که جلو میرانا خوب باشه میرانا رو اگر بدیش کور چه فرق میکنه پیکامون جلو میرانا خوبه چه ساپورت باشه چه کور این مشکل اینجاست اصلا اعتماد به نفس داشت چند تا بیلد مختلف رو تست کرده بود رفتیم برای پیک بعدی پیک بعدی اورسا بود اورسا چیزی بودش که ما اصلا فکرش نمیکردیم به اون شدت که بخواد ام. زود پیکش بکنن یعنی پیش بینی میکنیم که اورسا که از سیگنچر هیروهاشون هست و برنامه‌مون این بودش که توی بنفیز بعدی بنش بکنیم ولی فکر نمی‌کردیم توی پیکوون اولیه به نشونش بدن به خاطر همین گفتیم خب اورسا رو زیاد جدیش نگرفتیم گفتیم اینا خیلی زود اورسا کشیدن ما اصلا میتونیم میرانای سه رو همین الان اضافه بکنیم و غمی نداشته باشیم دقیقا اورسا رو ما زود کشیدیم به خاطر اینکه روش کانفیدنت بودیم اورسا رو زود کشیدیم چون روش کانفیدنت بودیم و داستان اینه که کاری که باید به نظر من سناریو میکردن این چون اورسا یه پیکه که مشخصه ببین اورسا مید نداریم اورسا آفلین نداریم اورسا ساپورت نداریم چهار نداریم پین اورسا کریه پس مشخصن یا اورسا لاینیم یا اورسا یه ساپورت دیگه ایم لاین چهاره یا اورسا پنجه پیکی که بعد بزنن باید بزنم بعد وحشتناک اورسا رو کانتر کنه کاری که تیم خوابیده جلوی کیو کرد اما کاری که سناریو نکرد یعنی رب... رو گفت جدیش نگرفتیم در صورتی که به نظر من اورسایی که لاینش کاملا مشخصه و پوز یک بازیه رو باید 100 درصد جدی بگیری وقتی انمی اورسا رو میزنه دیگه باید بری واسه کانتر کردن اورسا رفتیم سراغ بنفیز دوم بنفیز تیم کی او رو اینجا می‌بینیم من یکم بیا الان بازی یکی میگه جی بیا جی اچ مید بازی کرد تورنمه نه آقا جان ما اورسا اورسا رو مید بازی نمی‌کنیم کی او اورسا رو فقط کری بازی می‌کنه حالا رف گشت یه مثال پیدا کرد که یکی مثلا سب ارسای آفلاین بازی کرده مثلا تو سال 2015 من کاری به اون ندارم الان بحث ما کی او اورسا رو فقط کری میزنه اوکی خودت قضیه رو دنبال کنید به جن که بگردین دنبال گوه قضیه و ان مطلب و زیر بغل مار بگردین خود مطلب رو دنبال کنید تر سنکینگ رو بند میکنن اونا این دقیقا همون نکته ای که گفتم یعنی تیم حریف در حال حاضر نمیدونه چه اتفاقی افتاده یعنی هنوز فکر میکنه این میرانا پوزیشن 4 از اونجایی که قبلا هم تو همین تورنمنت میرانا پوزیشن 4 از پی اچ دیده بوده پس پیش این بود که میرانا پوزیشن 4 به خاطر همین سنکینگ رو بند میده و این خودش یک پوان مثبت برای تیمیه که داره رول اشتباه براش بند میشه و ما از همین الان داریم برنامه رو میبندیم که میرانامونو پوزیشن 3 بکنیم ما اوراکل به امیدیم بخاطر که اوراکل با اورسا خوبه میدونستیم که پلیر تیمشون اوراکل هم بازی میکنه دقیقا اورسا خیلی خوبه با اوراکل پلیرمون هم اوراکل بازی میکنه بنش عالیه هادی به من گفته بود که اوراکل هم بازی میکنه در این حال با اورسا خوبه میتونه <تصفح> کاورای زیادی بده کلاک و کیلوی نیستش که بتونه توی کیج تم... تمام... ما سندو بند دادیم چرا چیزی که ما فکر می‌کردیم این بود که میراناشون چهاره و اگر سند میرانا بیان اورسا علنا پاره میشه و اوراکل هم که میگم احتمالا بم میدن در نتیجه سند میرانا چون دیگه قویترین قوی ترین لاین سند میرانا و سند لینا این دوتا خیلی قوی هست سند رو بند بده بکنه برعکس لاین و بن خوبی بود برای ما ریزو رو بند میکنن ریزور هم... حسن تو این چند وقت بازی کرده بود ولی خب ما میتونستیم تو رول دیگه هم بازیش بدیم و جلورس هم هیرو نسبتا خوبیه اگر ما اینو آفلینش میکردیم با میرانو میرفتیم تقریبا میشدیم دو تا رنج در مقابل یه هیرو میلی و یه هیرویی که نمیدونیم به عنوان پوزیشن 5 شه اینا میتونن لاین پوزیشن 5 کنن ولی در این حال میتونن یه هیرو پوزیشن 5 دیگه ام بکشن بن خوبی بود ما اینجا زیاد داشتیم فکر میکنیم راجیم این فکر کنم رولامونو بخوام چه کنیم تقسیم بکنیم پاک پاکو اینجا بند دادیم به خاطر اینکه جلوی هیرو بعدی نبودش جلو هیروامو خوب بودش و میدونستیم که سینا هم که پلیر سولو میده اونور پاک هم بازی میکنه پاکو بند دادیم و پاک بن عالی بود به خاطر اینکه هم کلاک کاریش نمیتونه بکنه هم میرانا کاریش نمیتونه بکنه هم اینکه لاین و ما داریم یعنی احتمالا ما اکثرا لاین پاک رو میکشیدیم توی فیز یک ولی خب این دفعه لاین اورسا رو کشیدیم در واقع ما بین اینکه لاین پاک بکشیم یا لاین اورسا انتخاب کردیم که لاین اورسا رو بکشیم و 100 درصد اگر این پاک بند نمیشد پیک اینجای تیم کیو پاک بود اصلا بدون شک بدون هیچ داستانی خب اینه که م... پاک واقعا من عالی بود از این ور ریزور این وکر این وکر کواسفکس کلن جز لاین لاین اپ هامون خیلی بد بود مانا برن. اصلا ما دوست نداشتیم که اتفاق بیفته هیچ که این بود و اینا نمیخواست اصلا بخره و اونجوری نبود حالتمون که بخوایم با این وکر کواسفکس بخوایم دیل کنیم اینکه که ایوکر کوسپکس رو بند کردیم ریزور هم جزو هیروهای قوی پچ بود بند کردیم که جلو و سند هم خوب... که خب دیسیبل خیلی خوبی بغل میرانا خوبه و پاک جلد. در این حال کلاک نمیتونه کچش بکنه ما مثل لاین لیولی نداریم که بتونیم تارگیت ایبل باشه بخوایم مثلا هگزو بزنیم رو سر پاک و هیروی هم مثل شد و شمن قرار نبود بکشیم یا سایلنسر قرار نبود که بکشیم که اینا هیروهای جنگ که کانتر پاک هستن حتی برای دسپرافت هم برنامه نداشتیم بخاطر همین ما ترجیح دادیم که پاک رو بن بکنیم و تیم حریف این ووکر محمد پاندا رو بن میکنه انتخاب خوبی بود محمد این ووکر خیلی خوب بازی میکنه ولی خب باز جزء هیروهای متای پچ نیست بیشتر به این سمت رفتن که هیروهای تخصصی خود ما رو بند بکنن ما هم دسپرافت رو بن کردیم چون باز به خاطر اینکه دیده بودیم که خود سینا دسپرافت بازی میکنه نمیخواستیم دسپرافت رو بهش بدیم چون میگم شناخت اون از باقی بازی کنه تیم نداشتیم و میدونستیم که کریشون رو کشیدن لاینشون رو کشیدن بعد بیشتر تمرکز رو روی اینکه مساف سلومید به سولومیدمون خیلی خوب باشه این چه جاییه که من اشتباه میکنم به خاطر اینکه لاین یه قابلیتی که داره اینه که دیزیبر خیلی زیادی داره و روبیک در مقابل لاین به شدت هیرو قویه پیش خودمون داشته میگفتیم که اوکی خب الان اینا رو... ما میتونیم روبی کم بکشیم در حال حاضر اگر میرانا رو پوزیشن 3 بکنیم روبی میتونیم پوزیشن 4 بکنیم خیلی خوبه و یک شرایط دیگه ای هم به وجود میاد ما میتونیم حتی روبیکو سولومیت بکنیم یا میرانا رو 4 بکنیم یا میرانا رو 3 بکنیم حتی میتونیم کلاکو 4 بکنیم یا پنجش بکنیم یعنی دستمون کامل روی هیروهامون بازه و وقتی برنامه این بودش من نمیخواستم روبیکو زود نشون بدم اگر اشتباه نکنم اینجا توسکا رو میکشم اول آره دقیقا, دقیقا. تو اسکار اول میکشم بخاطر اینکه نمیخوام رو بکنم ولی اینجا اشتباهی بزرگ من کردم بخاطر اینکه وقتی که تو تو اسکار میکشی تقریبا میشه گفت لینینگ فیزت مشخص میشه چرا چون بالاخره کلاک یا تو یکیشون پوزیشن 4 یکیشون پوزیشن 5 بازی میکنن یا در بهترین حالت اگه بخوایم بگیم مثلا تیم حریف نتوس پیش بینی بکنه تو اسکار پوزیشن 3 میشه و میرونا پوزیشن 4 میشه خب ببین چیزی که محرزه این ستا 3 و 4 و 5 درست میگه حریف فانتوم این ستا سه و چار و یا کلاک آفلینه یا میرانه آف یا تاس دیگه یعنی این ستا سه و پنج هن. ولی از جهتی این اصرار زیاد به اینکه که نخوای لایناتو نشون بدی و تا مثلا پیک مثلا حتی اینجا امین فانتوم تو ذهنش بوده که حتی تا پیک چهارم یه جوری بوده که مثلا پیکا فلکس باشه ما ندونیم کی داره کجا میره اما سوال آیا اصلا چقدر جواب داده شده به این پیکا یعنی این قضیه که پیکا فلکس باشه تا بتونی ها رو جابجا جا کنی خب خیلی چیز خوبیه تا زمانی که جواب کافی بهت ندادن و جواب کافی بهشون دادی وقتی انمی مهرز داره ارسای کریش میکشه تو میتونی کاملا مهرزی یا آفلین بزنی که جلوش خیلی خوب باشه میتونی نکرو بزنی میتونی میرانا نکرو برید لاین الان اورسا میرانا نکرو رو میخواد چیکار کنه تو چه, کار, کار خاصی میخواد باش بکنه هیچ هم تو بازی نکرو پار که بند دادن مثلا تن کانتر نکرو تو اون چیزام بند دادن اوراکل میتونستن بند بدن یه دونه هیروی دیگه هم مثلا مثل یه هیروی مثلا پوز پنج قویه دیگه هم میتونستن بند بدن بعد مثلا نکرو میرانا بیانجله ارسا. اصلا ما بدونیم نکرو آفلاینه چی کارش میخوایم بکنیم اورسا رو میخوایم بدیم مید میخوایم بدیم جی اچ اورسا مید بره برامون میخوایم مثلا بدیم آفلین چیکار میخوایم بکنیم هیچ واسه همین دلیلی نداره که ما یعنی دلیلی نداره که اینقدر فلکس بخوان باشه یعنی حتی اگر اگر روبیک هم مثلا میزدن به جای اورسا حرفی که خود پی اچ میزد روبیک مید اولا حالا از نظر ما خیلی قوی نیست روبیکو تو پروسیم تقریبا نمیکشن وسط یا اگر کشیدن باختن و اونایی هم که بازی میکنن اسپم میکنن تو پاپ باش خوب وین میگیرن ولی خیلی خاصیت که مثلا این ووکر کواسفکس ریزور دت پرافت اینا دارن روبیک معمولا نمیتونه اون کار رو بکنه یه مشکلی که هست و حتی هر چقدر هم پلیر روبیک خوب باشه به نظر من زوره هیرو اونجوری نیست دوباره حالا اصلا فرض کنیم روبیک مثلا یه هیرویی که آقا همیشه مید داد همیشه چهار داد همیشه پنج داد مثلا مهم نیست روبیک نه به اورسا جواب میده نه به لاین الان روبیک جلو لاین بد نیست جلو اورسا اصلا خوب نیست بعدش هم مایم ما یعنی جلوی دو تا پیکی که جلوی یکیشون شاید خوب باشه یه پیکی زدن که بعدش ما میتونیم دوباره جلو روبیک یه چیز خوب یه چیز خوب بکشیم اینه که در نظر من اینجا کافیه توی فیز یک فلکس هیرو مثلا میرانا میتونه سه باشه دو باشه چیز باشه کافی از اینجا دیگه دلیلی نداره اصلا پیکا فلکس باشه چون انمی داره پیکش رو نشون میده میتونی موراس کانتر کنی میرانا کری که ما نداریم یا میرانا سولومید زیاد هیرو قوی نیستش نیاز به فارم داره حتما لولش تارگت نمیشه ما هم از هیرو سولومید اونا خبر نداریم لسپی هم دست ما اشتباهی که بخوایم هیرو سولومیت اونا اینقدر زود لو بدیم من اینجا نباید توسکار میکشیدم اگر میخواستم روبیکو بازی بدم حالا توی هر رولی بعد اینجا روبی کو انتخاب میکردم بکشم ولی خب اشتباه کردم و تو اسکار کشیدم شاید یکی از این بودش که تورنامنت ایرانی بود و تیم حریف و دست کم گرفتم این خیلی حرف قشنگیه ها ببین وقتی که یعنی شما اگر میخواید درس بگیرید کاش همه از این درس بگیرن که چقدر راحت تو میتونی بگی آقا ما حریف و دست کم گرفتیم و این چیزی نیستش که از دهن هر کسی در بیاد چون همه فکر میکنن که مثلا آقا الان قضاوت میشن وای نه من الان فلان ولی خیلی مهمه که تو اشکال خودت رو بدونی میگه آقا مثلا ما حریفا دست کم گرفتیم جدی نگرفتیم اورساشون رو اورسا رو اصلا جدیشون نگرفتیم دست کمشون گرفته بود و این یاد میده به بقیه که جدا از مشکل درفتی تو خیلی اشتباه های منتالی میتونی تو بازی بکنی واقعا کلپ برای پیش بزنی. لینا رو پیک میکنن تیم کی او لینا هیرو قویه توی پ... الان لینا پیک فلکسه الان لینا میتونه آفلین باشه میتونه چهار باشه میتونه پنج باشه میتونه مید باشه یعنی به جز کری تقریبا همه اینا میتونه باشه ولی احتمال زیاد لینا یا چهار یا وسط چون بهترین پوزیشن های لینا چهار و 2 پوزیشن چهار میتونه بازی بکنه توی پوزیشن سه بعضی وقتا دیده شده میشه بازی کرد و توی پوزیشن دو به شدت قویه یعنی هیروی تقریبا میشه گفت سولومیدشون رو برای ما رو کردن و هیرو بعدی هم نیست سینانی هم با این هیرو خیلی خوب بازی میکرد اینجا نوبت انتخاب ما ها. ما روبیکو اینجا کشیدیم شاید اگه ما اینجا روبیکو میکشیدیم و اونا لینا میکشیدن خیلی دست ما باز سر بود برای که بتونیم هیروی رو بکشیم خیلی آپشن های زیادی داشتیم هیروهای آفلینر زیادی داشتیم از جمله مارس مارس مثلا خیلی خوب میشد اگه الان مثلا میکشیدن ولی خب چون یک دو سهشون معلوم بود خب نمیشه مثلا مارس چرا لینا واقعا قویه لینا کلا اتکر بازی کنه جلو مارس کاته جمله اگ و خیلی هیروهای عکس دی... هم دقیقا همینطور البته عکس تو لاین خیلی هم جلو ارسا عالی نیست ولی عکس میرانا عشان خوبن عکس میرانا زورشون میرسه یکی که میتونستم روش مانورای زیادی بدیم و میتونستم اون موقع میرانامونو اصلا چهار بکنیم و کلک رو پنج بکنیم و روبیک سولومید رو سولو بکنیم یا برعکس میرامون رو میرانا رو سه بکنیم روبیک رو چهار بکنیم کلک رو پنج بکنیم و وایسین و آماده بشیم مثلا یه هیروی مثل پوگنا یا تمپلار در مقابل لینا بزنیم وقتی که فهمیدیم لینا اونا سولو میده ببین میگه وقتی که فهمیدیم لینا اونا سولو میده از کجا میفهمن از اونجایی که ما یه دونه مثلا ما تاسک بزنیم بعد لینا تاسک بزنی درجا میفهه خب لایم پنج تاسک چهار لینا وسطه پس بعد یه وقت واسی ببینی فلکسش اینجاست که اون پیک فلکس تغییر خوبی توی بازی ایجاد میکنه میدونی چی میگم الان لینا نگاه میکنه مثلا میرانا میتونه کارش کنه نه کلاک میتونه کارش کنه اگه آیتم بیاره نزد لینای کورو نه لینای ساپو چرا میزنه پارش میکنه جوابی تا الان به ارسامون داده شده نیازی هستش چیزی بکشیم که مثلا به اینا جواب بده نه پس چرا لینا نکشیم هیرو قویه ولی خب من میگم توی پیک تو اشتباه کردم خراب کردم و اینجا از طرف به بچهای تیم مسخره میکنم چون ببین تز که سولو میدم تز محمد بود ولی به هر حال تز تزی بودش که من خودم هم اینو اکसेप्ट کردم وقتی که تیم میبازه قطعا گردن کاپیتان تیمه و این خیلی جالبه که پی اچ اینو میگه من به نظر من این حرفش کاملا درسته تیم هر چی میبازه هر حال درفت و کاپیتان کرده حتی اگر یه نفر به کاپیتان بگه اینو برام بکش شیروی بدی رو بگه اون کاپیتان میتونه بگه نه من اینو نمیکشم بده پس اگر یه کاپیتان میخواد پیشرفت کنه باید این طرز تفکر رو داشته باشه چون که اگر اینجوری باشه که نه خب ببین مثلا فلانی گفت من رو برام روبیک بکش من که نخواستم بکشم در نهایت اینجوری هیچ وقت پیشرفت نمیکنید مثلا باید یه کاپیتان به جایی برسه که بگه نه این پیک به نظر من خوب نیست میبازیم و این لول از اعتماد به نفس بهش برسه بگه نه مثلا من این پیک رو نمیکشم این پیک مثلا یا از بین این پیک ها به من بگو یا هر چیزی به جز این به من بگو میتونه کاپیتان این کارو رو بکنه یا نه وقتی میتونه پس یه سهمی توی اون اشتباه داره همین تفکر رو اگه هر پنج نفر تیم توی هر تیمی داشته باشن یعنی هر کسی دنبال این باشه که چه قسمتی از لوز رو میتونه در واقع مربوط کنه به حرکات خودش و اون تیکر رو اصلاح کنه اون تیم بهترین تیم دنیا میشه یعنی اگر میخواید تیم خوبی پیدا بکنید این ریت هنوز اینجاست اینو بعدا گره کشیش میکنید اگر میخواید تیم خوبی بشید باید هر پنجتاتون طرز تفکرتون باشه که هر دستی میبازین نه اینکه تقصیر شماست یه مقداری از اون بازی باختش به شما مربوطه و شما باید بری اون تیکر رو پیدا کنی تو خودت حل کنی تموم این فقط هم طرز تفکر کاپتان نیست طرز تفکر هر پلیری توی تیم باید باشه من اینجا این اشتباهو کردم هیچ کس دخیل نیست حتی کاپتان تیم باید اینو در نظر داشته باشه درسته که مشورت خیلی مهمه بین تیم میت هایی که امه. توی بازی هستن ولی مهمترین نکته اینه که کاپتانه که کلیک آخر رو میزنه و امه. اگر اشتباهی توی پیکومند و توی درفت صورت میگیره اون اشتباه زیر نظر کاپتانه و کاپتان باید دقتش رو بیشتر بکنه پس اینجا چیزی گردن محمد یا بقیه بچه تیم نیست قطعا اشتباه من بوده میرسیم به سراغ همینو مثلا میگم اگر فرض کنیم که روبیک پیک بدیه مثلا میگم محمد الان بعد با خودش فکر کنه اوکی من کاش نمیگفتم رو که میکشیم یا مثلا اگر من رو که گفتم کاش اینجوری بازی میکردم یعنی پی اچ واسه خودش داره فکر میکنه اوکی گردن بقیه نیست گردن منه هر کسی دیگه ای هم بعد فکر کنه اوکی باختمون به بقیه ربطی نداره من چی رو میتونم تو خودم درست کنم این تفکریه که هر تیمی رو میبره بالا نه فقط تو دوتا تیم والیبال نمیدونم بگیر هر 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 چیز تیمی یه شرکت یه شرکت مهندسی هم تا بخوای رامو بکنی داستان همینه که بعدی تیم کی او سرعت من خیلی زیاد کردم که ببینیم چیه نایت استاکر نایت ساکر یه هیرویی بودش که جلوی تمام این هیرو تقریبا میشه گفت خوب توسکان خب این که گفت جل تمام این هیرا خوبه رو من باش موافقم یه جورایی من این نایت استاکر رو فکر میکنم من به بچه ها گفتم یا خودشون گفتن یادم نمیاد ولی اصلا قبل اینکه که باهاشون بازی کنیم من داشتم به پیک نایت جلوی سناریو فکر کردم داشتم به پیک نایت فکر میکردم حالا چرا ما اینجا نایت زدیم؟ اینطوری بودیم که پیکای اینا هیچ کدوم نه تنها به اورسا جوابی نداده نه تنها خیلی عالی نیست جلو اینا بلکه اگه نایت هم بکشیم زیاد نایت و کارش نمیتونم بکنن یعنی با یعنی با نایت جواب خاصی ندارن نه تیمبر دارن نه اورسا دارن نه نمیدونم اسلارک دارن هیچی ندارن جلو نایت تازن اسلارک اونقدر هم جلو نایت خوب نیست جواب خاصی خیلی به نایت چون ندارن، کنترل خیلی عالی ندارن، فقط یه دونه کیوی روبیکه، حتی کلاک نمیتونه نایتو بگیره، شیش میکنه، پرواز میکنه، میره، میرانا نمیتونه کاریش بکنه، اگه این بره بالا سر میرانا، نمیذاره دیپ کنه، نمیذاره این هیچ لولی بزنه، نمیذاره اسنوبال سیو بده، تاسک و بپره بغل یکی که اسنوبال سیو بده کانترای اسنوبال سیو یکیش گریم استروکه وقتی شیش بزنی رو تارگت تو تارگتی که تگ گیرش آوردی گریم شیش کنه تاسک نمیتونه به پر بغلش اسنوبال کنه چون به پر بغلش شیش گریم میخوره نمیتونه یکیش همین نایت مثلا از کانترای اسنوبال سیو و روبیک هم که اگر کور باشه که اصلا دیگه گریه میکنه جلو نایت روبیک کور میخواد چیکار کنه جلو نایت نمیتونه سوبال کنه میرانا نمیتونه لیپ بکنه کلاک نمیتونه هوک بزنه یا کیج بزنه در بره روبیک نمیتونه به پر دگر بکنه بره یا ف... تازه از یک تاسکم میره نایت یعنی این یه پیکی بود یعنی این جای بازی که من پشت سر سناریو بودم خب یه جورایی قویترین تیم این تورنمنت بودن دیگه خیلی مهمه که تو قدرت درفتت تو بدونی یعنی به هر حال تو فرض کن الان جلوی چه میدونم اه... بهترین تیم دنیا هم بازی کنی وقتی بدونی هیروهاشون کاری از دستشون بر نمیاد دیگه استرس معنی نداره و من بعد از این پیک نایت جلوی این چارتا اینجوری بودم که مهم نیست پیک پنجمشون چیه و مهم نیست پیک پنجم ما چیه این چارتا خودشون چهار به پنج این چارتا رو با هر هیرویی میزنن این چیزی بود که من اون لحظه تو ذهنم اصلا به بچه ها گفتم به بچه که گفتم با این پیک نایت اصلا پیک آخرشون مهم نیست شما چهار به پنج میزنید هر چی بکشن از پینک پنجمتون هم مهم نیست اینجوری چون الان نه به نایت جواب خاصی داده شده نه به اورسا شاید لاین یه مقداری با کلاک و روبیک و تاسک و اینا اذیت بشه ولی بقیه نه ایول بکنه خودشو به هر حال با سایلنس چون نایت سکه یه ایرویی که میچسبه به در مقابل وقتی هیروهای تیم حریف نگاه میکنی و هیروهای خود... رو نگاه میکنی خو... می میبینی که اوکی تو هیرو... شد. نه گفتم به بچه ها اشترا... 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 گفتم گفتم به بچه ها گفتم این قضیه رو که اصلا پیک پنجشون مهم نیست ما, این... ما... ما زدیم های تیم حریف اه... هیروهای تانک دارن دیزیبل دارن تیم فایت دارن فارمشون خوبه و ما در اصل با اینکه اورسا رو زود دیدیم باز هم برنامه ریزی خاصی روی اورسا نداشتیم و برنامه نداشتیم که بخوایم این هیرو رو کانتر بکنیم همین این به نظر من مهمترین مشکل پیکوبن بود یعنی حالا بقیهش هیچ اصلا بحث پیکوبن نیست این مهمترین مشکل طرز تفکر به نظر من حالا سناریو در طول کلی بود یا پی اچ این که خودش دقیقا این جمله رو گفت من دوباره این جمله رو میزن این 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 ترین جمله بود که پی اچ گفت به نظر من اصلا برنامه‌ریزی فرمشون خوبه و ما در اصل نوش... میگه با این که ما ارسا رو زود دیدیم اما برنامه ای براش نذاشتیم این که ارسا رو زود دیدیم باز هم برنامه ریزی خاصی روی ارسا نداشتیم تموم شد هیچ وقت این کار رو نکنید اگر میخواید یه فیکی رو انمی مهرز میزنه کاری که دقیقا کی او بذارید بهتون نشون بدم همینجا کاری که دقیقا کی او کرد و بلایی که سر کی او اومد توی این تورنمنت بذار یه مثالم بزنم کاری که ما... ما, یعنی دقیقا همین بلا سر خودمون اومد مچ اول جلوی خابیده که تینکر زدن این بود آره این مچ این مچ تینکر رو دقیقا کاش اصلا دانلود کنم وسطش بذارم ها یه اشتباه از سناریو گفتیم بذار یه اشتباه از خودمون یه اشتباه وحشتناک از خودمون یعنی اصلا من نمیتونم بگم که چقدر این از نظر من اشتباه که دقیقا همین اشتباه ما کردیم یعنی این چجوری الان از بالا نگاه میکنید هیچ جوابی به هیچ کدوم از اینا داده نشده اینا چیکار کار میکنن خوابیده توی پیکوبن این یعنی کیو و سس است جواب مناسب یعنی هیرویی که کانترش کنه دیگه جلوش قوی باشه دیگه الان نگاه کنید چی کار میکنن الان خوابیده بن یک نایت ها میزنه بعد ما این وکر میزنیم بعد اونا پیک یک گیریم رو میزنن ما همون تیمبری که سناریو بنداده بود رو میکشیم به علاوه اوراکل تیمبر اوراکل عالی خیلی استارت عالیه خیلی قوی تر از اینه حالا اینا میتونن ما انتظار داشتیم که اینا لاین گیریم مثلا بزنن در که اینو زدن گیریم تینکر زدن گیریم تینکر الان تینکر میتونه پوز پنج باشه؟ نه ببین این تینکر دقیقا همین ارسا است. این تینکر دقیقا همین ارسا است. آیا این ارسا میتونه پنج باشه؟ میتونه چهار باشه؟ میتونه سه باشه؟ میتونه دو باشه؟ نه ارسا کریه باید بهش یه جواب بدی باید پارش کنی اگه نکنی اشتباهه الان این تینکر الان یکی میره داشت من یه ریپلی پیدا کردم تاپسون داشت من هم تینکر آفلین بازی میکرد باشه آفرین که پیدا کردی ولی تینکر سولو میده اوکی الان باید به این تینکر جواب خوب داده باشه چی با تینکر قویه بونتی آفرین بونتی بن خوبی بود اونها لینا هم میدن بن خوبیه جالبه ب... نه میگم بن خوبیه بن افتضاحیه اه... نه زوس بند دادن نه نیکس بند دادن نه آنتی بند بندادن نه اسپکتر بندادن یعنی اینجا پیکو بند افتضاحه البته من اینجوری صحبت میکنم چون میدونم من فانتوم رفیقم اصلا بهش بر نمیخوره اصلا راجع به این چیزها ما صحبت کردیم من بعد از اینکه من فانتوم اینا تورنمنت تموم شد درجا رفتم باشون بیرون کلی گفتیم خندیدیم شام زدیم راجع به همه اینا صحبت کردیم این بنا افتضاحه یعنی فکر کن الان آنتی میج بازه مثلا چیز اسپکتر بازه زئوس بازه استورم بازه نیکس بازه حالا آنتی میج بهم دادن اصلا ببین اینجا تو اگر اسپکتر رو نزنی اشتباه محض اسپکتر رو تو همین الان باید بزنی به نظر من اگه نزنی اسپکتر رو اونا میزنن به نظر من چون میتونی هیروی میده تو بکشی الان چرا میگم اسپکتر چرا نمیگم زئوس رو الان بزنی چون زئوس هم هیروی سولو میده اونا که سولو میده شونو کشیدن نمیتونن پیکش کنن من اینطوری بودم که الان اگر ما اسپکتر نزنیم من اینجا نبودم پشت دسته بچه ها من اینجا داشتم استریم میکردم آنالیز میکردم گیم یک و دو من پشت دسته بچه ها نبودم ولی خب توی استریم یه جورایی داشتم این چیزایی راجع به این داستان میگفتم اگه یادتون باشه الان نباید هیرو مید بزنی جلوی تینکر چون هیرو مید هست وقت هست برای هیرو مید زدن الان کری که اذیتش میکنه پوز چاری که اذیت الان نیکس اسپکتر نمیدونم اسپکتر اصلا پارش میکنه تینکر رو تنز. یه دکمه میزنه تینکر میمیره اینجا ارت زدم که من از اشتباهه اگه پوز چهار میخواستم بزنن که تینکر رو کانتر کنم بعد نیکس میزدم ولی ارت سپیت زدم حالا چرا داستان چیه میخوام بهتون بگم خب آقا سوال چرا کیو او پس اینجوری پیک کرد طرز فکر اشتباه کیو چی بود بذارید حالا پی اچ هم از اشتباه تیم خودشون گفت بذارید حالا منم از اشتباه تیم خودمون بگم دیگه اینا رو ما راجعش به نتیجه رسیدیم اشتباه ما این بود که آقا ما فکر یعنی بچه ها تفکرشون روی این بود که آقا ما باید پیکایی که تمرین کردیم و باش قویم و ببریم ما مثلا با این پیکا همه رو تو تمرین بردیم پس همینا رو خوب بازی میکنیم رو همینا که مسلطیم بازی کنیم از کامفورت زونمون از اون ای که توش راحتیم نباید بریم کنار که این خیلی اشتباهه آخه تو کدوم تمرینی یکی تیم کرپی که دو میزنه جلوی آدم میدونی این دیگه تمرین نیست این دیگه عادی نیست وقتی انمیت اینجوری بازی رو به هم میزنه حرفی که من به من زد و حرف خیلی قشنگی زد ببین چقدر یه نفر ساده تیمی که مثلا یه ماه تمرین میکنه رو چقدر ساده با یه جمله فکر راست خودش میتونه کانتر کنه محمد میگفت بچه ها به من میگفتن دسته یک رو اگه باختیم دست دو تو فیزه یک تینکر بزن چون ما تینکر رو توی بعدی فیز یک اینوکر رو دارکسیرشون رو به هم میدادیم محمد گفت بچه ها من گفته اگه باختیم بعد تینکر رو فیز یک بزن که محمد گفت چرا این کار رو بکنم من دست یک تو فیز یک تینکر میزنم اگر کی او به بازه اینا مغرورن حالا طرز فکرتشون اینجوری بود درست غلطش رو نمیدونم میگفت اینا مغرورن اگر یه دست با تینکر ببازن اینا به هم میریزن اینا فکر میکنن ما خیلی قوی تره. اگه یه دست ما بتونیم اینا رو ببریم احتمالا دست دوباره هم میبریم ببین یعنی چقدر منتال گیم دوتا تاثیر داره توی داستان چقدر تأثیر داره یعنی میگه من تینکر رو میزنم ما با تینکر قویم تینکر پلیر دارن مهدی خودش با تینکر سناریو رو هم بردن حتی جوری که ما رو اورسا کانفیدنت بود مثلا کی او رو اورسا کانفیدنت بود فیز یک دقیقا جلو سناریو زدیم واسه مهم نبود چی میزنن اینا هم همینه اینا هم تینکر زدن و میگه برامون مهم نیست هر چی میخوای جلو تینکر بزن سناریو برعکس کی او پاگنا کشید نیکس کشید نمیدونم یه هیروی دیگه یک که یه عالمه هیرو کشید که اصلا تینکر رو کانتر میکردن اما بازم انقدر مهدی خوب بازی کرد که سناریو رو زدن با وجود اینکه کلی کانتر داشتن واسه تینکر حالا الان اینا پیک دو زدن و ما هیچ جوابی نداریم چون میخوایم صرفا تو کامفورت زون خودمون باشیم چون میخوایم پیک های خودمون رو پیک کنیم ریمانی. ریمانی. یه جورایی انگار به خودمون اعتماد نداریم که میتونیم پیک های به چیز بزنیم اینجا اسپکتر نزد گفتم بردیم جی جی دیگه گفتم اینجا اسپکتر رو میزنم یعنی من اینجا گفتم اوکی اگر پیک خوبشون الان اینجا تینکر اسپکتر بود اسپکتر خودش یکی از کانترهای وحشتناک اوراکله یکی از کانترهای وحشتناک اوراکله یکی از معدود که تیمبر خیلی کاریش به اون صورت نمیتونه بکنه قویه ها ولی استرنگ نیست خودش سه داره دمیج پیور هم کم میکنه به هر حال میتونه واسه اه... جلو اوراکل فوق است و کانتر تینکره اینو باید اسپکتر میکشتم من فانتوم اینو به نظرم اگه میخواستن راحت تر بازی کنم و اینجا دیگه پشمای من ریخت یعنی اینجا من قشنگ نروس شدم که باختیم پاک اصلا جلو اسلاک خیلی خوب نیست به خاطر اینکه اسلاک راحت یک میزنه کویلو میشونه در میاد پاک جلوی بقیهشون خوبه ولی جواب خوبی به تینکر نیست تینکر لیت گیم از پاک خیلی سره پیک پاک یعنی قمار کنی که ارلی گیم رو انقدر بد بزنی که اصلا انمی نرسه به هیچ چیزی بچه ها حتی ارلی گیم هم خیلی خوب زدن اما باز هم زورشون نرسید لیت گیم الان هیچ برنامه ای ما واسه هایگران رفتن نداریم هیچ برنامه ای نداریم. اینجا نه اسپکتر پیک شد نه زئوس پیک شد نه استورم پیک شد نه نمیدونم نه نیکس پیک شد نه پاگینا هیچ چی پیک نشد هیچ کدوم از کانترای پیک دقیقا حسی که من توی این پیک بند داشتم توی این پیکو بند برعکسش جلوی سناریو داشتم احساس میکردم آقا ما اورسامونو داریم قویه هیچ جوابی بهش داده نشده لینامونو داریم قویه هیچ جوابی بهش داده نشده نایتمون که هر چارتای اونا رو کانتر میکنه یه دونه لایه نمونه که حالا اونم میذاریم احتمالا پوز چار یا پنج فرق نمیکنه بسته به لایناشون نگاه میکنیم اگه روبی که مثلا سولومید بود که هیچی اگه مثلا میرانای مید بود تصمیم میگیریم که مثلا چیار بکنیم دقیقا این همین اتفاق همین بلایی که چیز شد ما جلوی خابیده سر خودمون اومد تو پیکو بند. که اینجا اسپکتر رو بم میدن اینجا اسپکتر رو بم میدن اسپکتر رو بم میدن دیگه یه کریه دیگه خوب بود پی ای رو مثلا بند دادن که اینجا دیگه تو هر کریه بکشی نمیره های گران اینجا اصلا ترول چیکار میخواد بکنه جلو تینکر اگه نگاه کنی بری جلوتر نتورت ترول رو نگاه کن نتورت ترول رو نگاه کنید چت کجاست اینجا نگاه کنی نتورت ترول کجاست ببینید چقدر جلوه کی او ببینید چقدر کی او جلوه ولی که چی میره 19 9 کی 10 کی جلوه ولی که چی هایگران نمیتونی بری جلو تینکر با ترول چجوری چجوری میخوای بری هایگران جاگرنات نمیدونم به نظر من جاگرنات لایف استیلر هیروهای این شکلی تنها هیروهای که میتونن برن های گران ترول کای نمیتونن نتورت ترول رو میبینین چقدر جلوه ولی با این حال زورش نرسید از های گران دیگه زورشون نرسید رفتن های گران دیگه زورشون نرسید که حالا صد درصد میتونستن بچه ها اگر خیلی پرفکت بازی میکردن این دستم ببرن من کاری ندارم بچه ها میتونستن این دست رو با ترولم ببرن ولی باید دیگه خیلی پرفکت بازی کنیم کلا وقتی این همه جلوی ولی زورت نمیرسه یعنی مشکل درفت اتفاق افتاده توی بازی حالا اینجا تو سناریو هم همین برنامه ندارم که ما نیاز به یه هیروی تانکی داریم که در این حال کری باشه دقیقاً دقیقا اینجا خیلی تعجب کردم از پیک اسپکتر اینجا من احساس کردم که ما نیاز به یه هیروی تانکی داریم که در این حال کری باشه این حرف پیش رو خیلی قبول دارم حالا چیزی که من فکر میکردم بعد سناریو پیکونه چیه ام... داشتم انتخابا رو همینجور نگاه میکردم که چه روی داشته باشیم که در این حال کری باشه که سوال وقتی روبیکت سلو سولو میده الان مشخص شده دیگه تو سناریو مشخص شده میدونن آقا تاسکشون چهار میرانا سه کلاک پنج روبیک میده ما شاید ندونیم چی به چیه ولی اونا که میدونن هرچند ما هم دیگه میدونیم چی به چیه یعنی ما فکر ما بعد از پیک روبیک فهمیدیم روبیک جلو لینا بعد اینجوری اوکی لینا نمیخوره از روبیک مشکلی نداره نمیزنه لینا رو و ما خیلی خیالم راحت بود تنها داستانی که اینا نیاز دارن که روبیک نمیخواد فرانت لاین بازی کنه میرانا نمیخواد جلو بره کلاک پنج بره جلو احتمالش خیلی زیاده که سری بمیره بعد خیلی لاین خوب زده باشه که کلاک بتونه جلو بازی کنه تاسک بعدی نیست یه ذره مثلا تاسک هم میتونه سیو بده بیلینک نباید بخره اگر بخواد اونجوری بازی کنه پس بهتر یه کری بکشن که تانکی باشه و جلو بازی کنه دقیقا حرف پیچ کری که تانکی باشه و جلو بازی کنه تانک هم باشه تیم حریف ترول رو میده ترول یکی از آپشن های ما بود ترول هم ترول علی شو خیلی خوب بازی میکنه لاینش جلوی نایت استاکر خیلی قویه میزنه نایتو و ما فقط یعنی من الان داشتم میگفتم ببین به نیما که آفلین بود میگفتم دو تا هیروی که نایتو میزنن تو لان بند بده از نایت ما بازی رو میبریم اصلا بازی به بقیه نمیرسه نایت خودش گیم رو جزو پچه آپشن ما بود علی هم باش خوب بازی میکنه ترول بنه به شدت خوبی بود قطعا اگه ترول توی هیرو پول بود من ترول رو میکشیدم ما هوسکا رو بن کردیم به خاطر اینکه نمیدونستیم این لینا داره چه پوزیشنی بازی میکنه محمد هم قرار بود با روبیک بره وسط معمولا موقعی که هیرو سولومیدو میدو میکشی و میخوای هیروهای کانترش رو بن بکنی یا هیرو, یه هیرو سولومیدو میدو براش برنامه داری هیرو پلیر سولومید میگه که چه هیروهای کانتر بکنید باهاش و این اتفاق افتاد و ما اینو محمد گفت پاسکارو رو جلوی روبیک بم بزن مانکی رو بم میدم به خاطر اینکه ما هنوز کل... کلا سه تا هیرو جلو نایت استاکر قویه یه دونه اورسا که خودمون پیک کردیم یه دونه ترول یه دونه مانکی اینا رو بن کردیم تموش یعنی من اینجا بعد از این دو تا من اصلا گفتم مهم نیست لاست بکشون چیه. کلمون رو نکشیدیم تابلو و مشخصه بر درس, درس... چی میشه گفت بر خلاف اون چیزی که ما برنامه داشتیم براش تقریبا میشه گفت اون لو رفته و به خاطر همین شد این انتخاب توسکار. و تیم حریف آماده است دیگه همونطور که میبینی توی بنفیز اول یه هیروای هیروهای روتین رو بن کردن توی بنفیز دوم که سه تا هیرو باشه سه تا هیرو مختلفو بن کردن چون هیچ ای ندارن قرار چه اتفاقی بیفته ولی توی بنفیز آخر کاملا میدونن که ما می‌خوایم چیکار بکنیم دقیقاً دایو. دقیقاً و ارت اسپریتو رو من میدم به خاطر اینکه بچه اینجا به من گفته بودن که آد زینم هستش که لیناشون سولومید بره و هیروی پوزیشن چهار داشته باشن یا تا که گفتش که ما ایده ای نداشتیم که اینا پوزیشن چیه واسه همین تا هیروی مختلف بندادیم. دیم دقیقا پیهچ هم به خاطر اینکه نمیدونست این لینا وسط یا چهاره به همین دلیل یه دونه مید بنداد یه دونه چهار بنداد ما هم دیده بودیم واسه که همین دست ما باز بود. پیک به عنوان پوزیشن 4 میریم سراغ آخر تیم کی اینجا دیگه ما دیدیم اوکی گیریم داریم گیریم لاین داریم بهترین ترکیب ساپورت بود توی اون پچ خود همین گیریم لاین رو یه بار بچه های خابیده گرفتن فکر کنم بعد پاره کردن اون دست که گیریم لاین داشتن یکی دو دست گیریم لاین داشتن بعد پاره کردن جل خودمون اینجا اگه بیاد مچه ها نمیاد اینجا گریم لاین داشتن که اصلا حتی چیز زدن اینجا جالب بود که اونا اورسا رو به ما دادن ولی جواب خوب به اورسا دادن هم گریم لاین جلو اورسا زدن هم چیز زدن جلوش هم نکرو زدن جلوش یه اورسا کاریش نمیتونه بکنه هم استورم زدن جلوش که باز اورسا دستش بهش نمیرسه اگر صاف خوبی نداشته باشه این دقیقاً درفت خوبی بود که زدن خوابیده و واقعا حلالشون باشه درفتشون عالی بود کنم تنها تیمی بودن که کیو او ارسا کرد و بردن اولین باری بود که فکر میکنم کیو او کلن ارسا کرد و توی تورنمنت چه تو تمرین کلن با این هیرون نباخته بودن یادم گیریم سوکه و اینجاست که ایروی پوزیشن پنجشون رو انتخاب میکنن لاین رو چهار میکنن لینا رو سلومید میکنن گیریم با نایت ساکر بازی میکنه اورسا با ببخشید گیریم با اورسا بازی میکنه که کمبوشون تو لاین خیلی خوبه در این حال تو تیم فایت ها خوبه کمب... ما هم اینجوری بودیم که میتونیم لاین نایت بریم هم گیریم هم گیریم نایت بریم هم گیریم اورسا میتونیم بریم هم لاین اورسا بستگی به پیک آخرشون که چه میزنه ما تصمیم میگرفتیم که گیریمو و چهار بکنیم لاین و پنج یا لاینو چهار کنیم گیریم و پنج باشن با شیش لینا و شیش لاین خیلی خوبه با هگز لاین خیلی خوبه و کلا هیرو خیلی قویه در این حال توی لینین هم ضعیف نیستن در مقابل هیروهای ما و این طرف هم لاینشون شدش پوزیشن 4 در, نا... در کنار نایت ساکر که قرار کنار کلاک و یه هیروی دیگه ای بازی کنن لاین نایت ساکر لاین خیلی برای ما ترسناک نبود تا اینکه من دوباره اشتباه بعدی رو توی پیکو کردم از اونجایی که بهتون گفته بودم من نیاز داشتم به یه هیرویی که تانک باشه و بتونه در... د... دقیقا. یه هیروی تانک اساسی داشته باشه به لینا گیریم اسپویلش کردم لینا گیریم و لاین و زیاد برنامه برای اورسا همچنان ندارم و همچنین برای نایت استیکر داشتم به این فکر می‌کردم که چه هیرویی میتونه اینا ریش بکنه لایف استیل هیروی خوبیه ولی لایف قبول دارم لایف سیلر هیروی بدی نیست ولی مشکل اینجاست که ریلایبل ترین چیزی که میتونه سوارش بشه هوک برسه به اینا هوک که مثلا مثل لایف اسلاردار یا لایف استورم نیست کلاک اونقدر دمیج زیادی اد نمیکنه به لایف و کلاک ساپورت احتمال زیاد حتی اگرم لایف اون تارگت رو بکشه مثلا یه ساب بکشن لایم بکشن ما هم کلاک رو میکشیم واسه همین آم... لایف پیک خوبیه ولی بغلش پیک های بدی داره کانترش اورسا و سخته و البته 100 درصد اینم اصلا پیکه بدیه، من نمیدونم چرا اینو یادم نبود راست میگه اچ لایف اصلا جله اورسا هیچ عادزی نداره که هر چی بهتون گفتم و فراموش کن. فسیله خوبه، ولی جله نایت که لایف فسیله خیلی خوبه جله گیریم خیلی خوبه، جلو لایرم خیلی خوبه آره جله اینا خوبه، ولی واقعا جله اورسا ترشه من داشتم به لایف استیل فکر می‌کردم علی خب میدونستیم که لایف خیلی بازی نمیکنه و روبیک هم قرار بود سولومیت باشه یعنی محمد اگه می‌خواست لایف رو بازی کنه شاید علی راحت نبود که بخواد روبیکو رو بازی کنه اون... این چقدر خوب داره توضیح میده که ما حتی به این فکر کردیم که آقا پس اگه مثلا بخوایم لایف کری بکشیم باید پلیر عوض کنیم پس می‌بینی به این چیزها فکر میکنه اینا چیزاییه که شما هیچ وقت بخ... هزار و هزار و هزار بار من ریپلی سناریو رو بشینم ببینم و آنالیز کنم این جملهایی که پیچ میگه رو از توشون نمیفهمم و اون چقدر راحت میاد حرف میزنه این اطلاعات رو مفت میده بهتون مفت یعنی واقعا خیلی خوبه که مثلا آقا محمد نمیتونه مثلا علی با لایف زیاد راحت نیست نمیدونم محمد با لایف راحته بعد اگه محمد لایف بره بعد یه چیزی باشه که علی میت خوب باش بازی کنه میدونی این محدودیت های تیمش رو داره میگه اونجوری بعد علی رو میرانا میکردیم حسن رو روبیک میکردیم و از اون طرف نایت لایف استیلر رو میدادیم به محمد من, من. من تصمیم گرفتم که این کارو نکنم تو فکر این بودم از قبل تورنمنت هم بری ریالیتی گفته بودم که اسپکتر رو آماده باش براش و اینجا بودش که ما تصمیم گرفتیم که اسپکتر رو پیش بکنیم که به نظر من براش و اینجا بودش که ما تصمیم گرفتیم که اسپکتر رو پیش بکنیم به نظر من اسپکتر پیک خوبی نبود به خاطر اینکه اول اسپکتر لیت گیم هم زورش بورسا نمیرسه همین بلا سر بچه های ما اومد کی دقیقا همین اشتباه و بچه های ما کردن زمانی که حتی این دفعه من باشون دیسکورد بودم ولی حرف من رو گوش نکردم اینجا من توی گیم آخر بهشون گفتم آقا اسپکتر نکشید پی ای بکشید این دقیقا این, اشتباه رو من کردم حالا راجبش تو اون پیکومنت صحبت میکنم ولی توی پیکو بند تو درفت اینجا حرفی که من زدم اینجا ما قشنگ میتونستیم گیم رو ایزی با فانتوم اساسین تموم کنیم قشنگ ایزی چون دو تا کری هستن که جلوی اوراکل خیلی خوبن یه دونه اسپکتر یه دونه فانتوم اساسین اینا فوق فانتوم اساسین بلور میپره اوراکل وانشات میکنه فانتوم حتی بهترم هست اسپکتر هم که شیش میکنه میاد بالا سر اوراکل کارشو در میاره دو تا کریه خیلی خوب جلو اوراکل هست پی ای و اسپکتر اما با این تفاوت که اسپک اصلا زورش به اورسا نمیرسه هیچ جوره ولی پی ای تا زمانی که اورسا مانکی نخره خیلی راحت جلو اورسا و حداقل تا اون موقع کری سریه بعد که اورسا مانکی میخره یه ذره ممکنه داستان عوض شه حالا اینجا داستان چیه ما اورسا رو دیدیم نه اینجا اینجا ما اسپکتر زدیم آها اینجا اینجا نظر من این بود که باید پی ای می میزدیم اوراکل رو دیدیم اورسا رو دیدیم ارت اسپیریت رو دیدیم سنکینگ رو دیدیم پ از اسپکتر قوی تر جلو سنکینگ تو لاین پ رو خیلی راحتتر میکشه تا اسپکتر ارت ارتسپریت کایت میکنه اسپکو. پی ای جلو اورسا صد هیچ قوی تر نسبت به اسپک و پی جله اوراکل همونقدر قویه که اسپکتر جله اوراکل قویه و ما هیچ نیازی به فرانت لاینر دومی به جز سنتور نداشتیم سنتور به اندازه کافی تانک بود به من اینجا باید پی ای میشد یعنی اشتباه دیگه درفت ما بود جله تیم خابیده که به هر حال مهدی اعتماد به نفسش رو اسپکتر داشت دیگه میگفته شو به نظر من اگه اسپک بزنیم اسپک ایزی همه اینا رو میزنه که از نظر من اشتباه میکرد یعنی اسپک هم میشد برد یعنی این گیم هم خیلی یعنی این گیم هم چت نگاه کنین این گیم هم خیلی ما جلو بودیم کلا تو بازی اصلا کلا مپ کلا دست ما بود داشتیم میزدیمشون از یه جایی ام... 15 16 کیلا ما جلو اسپک دیگه اسکادیشو گرفته یه جا اورسا پرید بالا گرفت برد یعنی این, این من میشد برد نمیگم نمیشد برد ولی با پی خیلی آسون تر میشد این گیم برد تا با اسپکتر حالا دقیقا اینجا پی حرف قشنگی میزنه پی حرف قشنگی که میزنه چیه میگه که ما یه کری فرانت لاین میخوایم می چون خب سولومیدمون نمیتونه جلو واسه آفلینمون هم نمیتونه جلو واسه پس کری اون با فرانت لاین باشه لایف استیلر هم که بنه اسپکتر میمونه با یه سری هیروی دیگه به نظر من یه هیروی خیلی خوبی که میشد پیک چت یه هیروی کری هست که تانکیه دیسیبل داره برای ارای میرانا میتونه ستاب کنه تموم شد رید کینگ رید, رید تموم شد به نظر من بهترین جوابی که میتونستن بدن سناریو ریت کینگ بود چون که خب هم به هر حال اگر مثلا لینا شیشش رو بزنه یا شیش لاین بزنه به هر حال یه شانس دومی داره بلند میشه اورسا اگر بره روش نمیتونه تمومش کنه تمام اتکاشن بده ریتکین باز از شیش بلند میشه جلوش دیگه اتک سپید نداره و جلوی نایت قویه فرانت لاین خوبیه با ارو ستاپ داره لاینشون ضعیف نیست اسون به هیچ وجه دوست ندارم اسون و اسون هم دقیقا به همون دلیلی که لایف استلر خیلی بد میخوره از اورسا اسون هم خیلی بد میخوره از اورسا و رید کینگ اگر رادیانس میرفت هیروی لاین لینا و گریم بیچاره میشدن حتی اورسا هم از رادیانس متنفره کلا اورسا از ایویژن متنفره رید کینگ هم میتونست رادیانس به خرج لورسا هم میتونست دیزارم به خرج لورسا که رو پاره کنه ولی اسپکتر دیزام نمیخره اسپکتر اگر رادیانس بخواد بخره باز ضعیف الان نمیرسه به رادیانس ریتکینگ فارمش خیلی سریعتر از اسپکتره هر چند به نظر من اگر ریدکینگم هم پیک میشد باز این پیک خیلی قوی تر بود اما نظر خودم رو الان برای این ور گفتم که حالا اونا به این نجستن که اسپکتر بکشن علی اسپکتر ترمین کرده بوده اما به نظر من پیک درست اینجا پیک درست که نمیشه گفت یه پیک خوبی که یه جواب خیلی خوبی به ارسان میده و به بقیه هیروها میده ریتکینگ. اسپکتر اصلا خیلی کنده برای این بازی تمام دوسا نه دوسا خوب نیست دوسا دیسیبلی که ریتکینگ داره رو نداره ستاپ با ارو داره ریدکینگ و اینکه دوسا زوب میشه ای که اینکه دوسا جلو لاین مانا میشه کلا اصلا دوسا خوب نبود این چیزایی که میگم یه سری مکالماتی بوده که بین خودمون صورت گرفته و یه سری حرفا رو زدیم اما چیزایی که توی فکر خود من بودش رو من سعی کردم به شما ارائه بدم و متاسفانه چیزی که توی این بازی ما پیش بینی میکردیم پیش نرفت لاین فیل شد توی تیم فایت ها یکم احساسی عمل کردیم توی درفت متاسفانه درفت خوبی رو نداشتیم و اینکه آماده نبودیم و میشه گفتیم که هم دست کم گرفتیم و شاید میشه گفتش که بهتر بودش که اینجوری عمل نمی و این هم نتیجه بازیه که ما توی 33 دقیقه باختیم 29 هفت یه سری اشتباه <سلام> <ايرفونت> گذاشته بابا <صفيق> <مزدید> زیادی داشتیم توی بازی من خودم 10 بار مرده بودم یعنی کاملا فیل شده بودم هادی هفت بار مرده بود یعنی توی فایت ساپورتی کاملا فیل شده بودیم تنها کسی که خیلی اوزش خوب بود توی استارت گیم حسن بود لاین پایین بعد جور فیل شده بود علی رو میبینید صفت دو، چهار زیاد نتونسته این پکتی بذاره محمد هم به خاطر اینکه لینای تیم حریف کلا توی جنگلشون فارم میکرد و محمد برنامه روتیت بود اونا مووهای مور رو تقریبا میشه گفت پیشبینی کرده بودن و متاسفانه ما این بازی رو باختیم اما سوال اصلی اینجاست آیا دوست دارید که من بازی بعدی رو براتون تحلیل بکنم؟ صد, در صد. یعنی خواهشن اگر پیچ این استریم رو بعدا دیدی یا هرچی این ویدیو رو دیدی بذار به نظر من هیچ شاید مخاطب کمتری داشته بود نمیدونم چقدر ویو خورده شاید مخاطب کمتری داشته باشه نسبت به بقیه ویو ها که نه حتی مخاطب بیشتری هم داشته شیش و که ویو خورده چون احساس کردم شاید مثلا اینا کسایی که بخوان دوتا رو پرو دنبال بکنن خیلی بیان ببینن ولی این اطلاعات فوق است و تا جایی که حتی میگم خود منم دوست دارم از اینجور ویدیو درست کنم راجب درافت خیلی به من میگن آقا راجب درفت ویدیو بده و اینجور داستان ها همیشه ما مثلا تو دی پی سی که ما آنالیز میکنیم تورنومنت ها رو من راجب درافت صحبت میکنم دیگه همین چیزایی که الان تو درفت داریم صحبت میکنیم و اینا رو من اونجا میگم ولی که یه ویدیوی جدا بدم واسه درافت هیچ وقت نشده و این خیلی کار باحالی بود یه گیم که خودشون باخته بودن و حتی استاتش رو میچه من آقا من یک ده بودم یک هفت بود فلان بود راحت حتی دو تا گیم بعدی هم بردن یعنی دو یک شد یه گیم که باختن تیم خوب اجاست میکنه دیگه سریع خودش رو وقف میده با تیم یعنی یه دست که میبازه سریع میخونه که اوکی انمی چیکار میکنه برنامهش چیه چیکار میشه جرشون کرد نقطه ضعفشون چیه دست بعدی درست پیک میکنه که همین اتفاق هم افتاد دیگه دست بعدی دو دست بعدی بود برنامه شروتیت بود اونا موبای ما رو میشه گفت پیش کرده بودن و متاسفانه ما این بازی رو باختیم اما سوال اصلی اینجاست آیا دوست دارید که من بازی بعدی رو براتون تحلیل بکنم نتیجه این تورنمنت و نتیجه این بازی هم اینجوری شدش که ما دو یک تیم کیو رو بردیم چون بازی به سافتری بود این دست رو که باختیم دو دست بعدی رو بردیم اگر دوست دارید که به اتفاقاتی که توی بازی بعدی میفته <متحد> و راجع به چیزایی که تو پیکو بند صورت گرفته بدونید حتما تا اینجا اگه اومدید ویدیو رو نگاه کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه لایک و سابسکرایب بکنید کامنت بذارید نظرتون رو به من بگید دوست دارم نظرتون رو بدونم و منم سعی میکنم که, که براتون زود زود مرسی که در این ویدیو دیدید دوستتون دارم خون شهدا را